ادعای خبرنگار بریتانیایی مبنی بر هشدار اخراج از افغانستان. ایزوبل یونگ خبرنگار مطرح بریتانیایی که با تیم همراهش برای تهیه گزارش و مستند به افغانستان آمده، اکنون در یک رشته تیویت گفته که امارت اسلامی اجازه نامی آنها برای تصویربرداری را لغو کرده و با آنان گفتند تا بیدرنگ افغانستان را ترک کنند. این خبرنگار نگاشته که امارت اسلامی آنان را به نشر گزارش های نادرست در مورد حقوق زنان متهم کرده و همچنان از بیرون شدن از هتل نیز منع شدند. این واقعیت ندارد. ما همیشه بی‌طرفی خود را حفظ کرده ایم و هیچگاه از ما خواسته نشده است که در مورد گزارش خود شواهد ارائه کنیم. ما بدون کدام پرسش اخراج شدیم. در قسمت خانم بریتانوی هم با مسئولین مربوط در تماس هستیم تا این مشکلی که پیش آمده از مجرای تفاهم و مطابق به قانون رسانه افغانستان حل شد. که آزادی بیان در افغانستان زیر فشار جدی طالبان قرار بره و دستور بیرون شدن خبرنگار خارجی از افغانستان از علائم بارز سکوت آزادی بیان در افغانستان است. امارت اسلامی در این مورد اظهار بیخبری کرده و اما میگوید که آنان متعهد به رعایت آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلامی هستند. رسانه هایی که منافع ملی ما را، ارزش های اسلامی ما را، وحدت ملی ما را در نظر گرفته باشه، امارت اسلامی هم کاری با آنها دارند. ولی این مورد مشخصی را که شما یادآور شدیم، در این مورد ما معلومات میکنیم، جزئیات با ما تکمیل نشده. و در بعضی از نقاط اگر در مورد یک ژورنالیست و یک کسی که خبرنگار باشه به نام خبرنگار، ما از سوی نیروهای کشفی و امنیتی اقدامات صورت گرفته باشه، او فراتر از مسائل ژورنالیستیکی و اصول ژورنالیستیکی می باشه. ژورنالیستان په چارو کې لاسوهنه شوې ده چې څه خبره شي څه خبره نشي، د دې ترڅنګ داسې قیدات وضع کیږي چې هیڅ ډول د رسنۍ او ژورنالیستان د زغم وړ نه دي. این در حال است که اخراج خبرنگار رسانه غربی یک روز پس از آن صورت گرفت که فدراسیون بین المللی خبرنگاران گفته که یک محکمه نظامی امارت اسلامی در ولایت هرات خالد قادری خبرنگار رادیو نوروز را به اتهام جاسوسی بر رسانه های خارجی و انتقاد از حکومت امارت اسلامی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت و به یک سال زندان محکوم کرده است.